عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت تک تک بینندگان طبیعت دوست برنامه هوای تازه. منم سلام عرض میکنم خدمت شما بیننده های خوبمون. امیدوارم هر جا که هستید خوب و خوش و سلامت باشید. خیلی خوشحالیم که در خدمتتون هستیم. امیدوارم که برنامه خوبی رو در ادامه ببینید. خب پیامک های زیادی داشتیم، ایمیل های خیلی زیادی داشتیم، همه رو خوندیم. خیلی هم خوشحالیم که برنامه‌تون رو دنبال میکنید. افشین یه نکته‌ای بود می‌خواستی اینجا بگی؟ آره، من حتی گوشیم آوردم چون ما همینجوری به لحظه به لحظه پیامک‌ها که میاد رو دنبال می‌کنیم. یه بیننده تیزبین اشاره کرده در برنامه قبلی ما به دقیقاً بحث مایل و کیلومتر بود که جزیره میدوی با آخرین منطقه سکونتگاه انسانی 20000 مایل فاصله داره، در صورتی که درستش 2000 مایل بود. که این خطا رو به بزرگی خودتون ببخشید و از اینکه بینندگان تیزبینی داریم که برنامه ما رو با این دقت نگاه میکنن به خودمون میبالیم و کارمون هم سخت‌تر میشه. بله همینطوره. برای این برنامه محمد علی سوژه بسیار جذابی رو انتخاب کرده، درختان کهنسال ایران، و به همراه مهندس خوشنویس به علموت رفتن. بله، درختان واقعا کهنسال. این درخت ها چقد کهنسال، همه سن 100 سال 200 سال میان تو ذهنشون، ولی این درخت ها همه بالای 1000 سال، دیگه کم کمش 500-600 سال بودن. بریم برنامه رو ببینیم. قبلن اومدم اون قسمت جلو سرا میشه، ولی اینجا خیلی فرق کرده. باشه یه نفر پیدا کنیم ازش بپرسیم. میخواین اینجا هست یه نفر بپرسیم ازش؟ آره همین آقا. سلام. حالی شما چطوره؟ ممنونم. ما میخواستیم بریم روستای یارود، میخواستیم تعدادی درختای کهنسال قدیمی از اونها رو ببینیم. منم درختای بلدم شما نشون. ما وقتی صحبتهای اون آقا رو شنیدیم متوجه شدیم اطلاعات خوبی راجع به درختان منطقه داره. از آقای خوشنویس خواستم که گپ کوتاهی باش داشته باشیم و بعد به راهمون ادامه بدیم. آدرس داده بودن که چه درختای گردوی خوبی اونجا داره و خیلی مایل بودم بتونم برم یه روزی این درختا رو ببینم. من درختای زیادی این سراغ دارم. آره خوبه، بهم گفته بودن که غیر از گردو اینجا چنارای خوبی داره، ارسای خوبی داره. بله، و به هر حال منطقه‌ای که از نظر باغداری و از نظر درخت و درختکاری معروف و مشهوره توی ایران. ببخشید صحبت قطع میکنم، ما درختای قوی داریم در روستای حسن آباد. بله. چنارای امامزاده چشملی، درخت چنار آتمیان بوسین روز، مثل درختای هوروس لتر، پراچان. بله. ما میگیم هورس یا بومیا میگن اربس. بله. و خیلی درختای دیگه. نمی‌کنم. چرا؟ بالاخره برای سود خودشان، برای درآمد خودشان قطع میکنن درختای قدیمی رو. آره قبطه میخوره آدم. مثلا درختای پراشان بیشتر 400 سال عمر داشت، قطع کردن. مثل درختای کوچنان گردو، همین امسال درختای قوی بود اینا. درخت گردو. آره گردو ما قدیمی. دیگه نخواهیم اینجور درختا رو دید. درخت قدیمی رو برای چی میبرن؟ خب معمولا برای سود خودشون، برای درآمدشون. خب مگه درخت گردو خودش بار نمیده، سود نمیده؟ وقتی 4 سال بار نمیده میبرنش. یعنی هر چقدر هم قدیمی باشه مهم نیست. آره آره بار آره، که نده آره، درخت رو میبرن. آره ولی با تاسف آقای مهندس، واقعا این روی کرده طلبکارانه است که ما درختی که این همه سال مثل تاریخ زنده است
به دلیل اینکه بار نمیده در نظر نگیریم که چند صد سال دهه ها این درخت زنده بوده و بندازیمش پایین. من به یه آدرس اشاره کنم در اطراف روستای کلوسه تو پشتکوه فریدون شهر، پشتکوه فریدون شهر اصفهان، آره اونجا 400 تا گردوی قدیمی داریم توی یه دره، سه تا روستا در واقع احاطه کردن این دره رو. این درخت ها مالک خاص ندارن، مشاع روستا ها هستن، یعنی هر فردی از اون درخت ها در اون روستا ها سهم میبره، ولی هیچ کس مالک تک درخت خاصی نیست. به همین دلیل اگر یکی بخواد اون درخت رو قطع کنه، بقیه روستا میگن نه، تو تنها مالکش نیستی، اجازه نداری. حالا چقدر جالب، همون افرادی که توی اون روستا دارن زندگی میکنن از تک تک درخت ها سهم میبرن، خب؟ ولی هر فردی که میمیره سهمش باطل میشه و هر بچه‌ای که توی اون روستا دنیا میاد به اندازه پدراشون و بقیه افراد در واقع اون روستا به همون نسبت سهم میبره. یعنی سهم یک کودک یک روزه با یک سهم مرد 40 و 60 ساله برابره. آقای مهندس، من تا یادم رفت دوربینتون آوردم که اگه خواستید عکس بگیرید لازم هم میشه. ما خواستیم از شما یه آدرس بپرسیم ولی اطلاعات خوبی هم شد ازتون بگیریم. خیلی ممنون. انشالله که برنامه ما مؤثر باشه برای حفظ این درخته کهنسال و واقعا تاریخ‌های زنده. آرزوی 100 سال زندگی برای همه شما. خیلی ممنون. متشکرم. امیدی دارم. خدا نگهدار. هاشین علموت سرزمین خیلی جالبی بود. یه کوهستانه که مشرف میشه روی علموت. ما صبح زود رسیدیم بالای این کوهستان و اون منظری رو که تو مستند دیدیم، یک دریای ابر گسترده که ما رفتیم داخلش. آقای خوشنویس مجری طرح ثبت و معرفی درخت‌های کهنسال ایران هستن و واقعا یکی از کارشناس‌های برجسته کشور. من ندیده بودمشون تا اون موقع. آقای خوشنویس که رفتن تو کوهستان دو نفری، منم پشت سرشون رفتم، ازشون پرسیدم آقای خوشنویس شما گیاهشناس هستید؟ بلافاصله من گفتن نه، که بعد من متوجه شدم واقعا که از بهترین کارشناسا هستن و از یاد گرفتن ازشون و از صحبت کردن باشون سیر نمی‌شدم. واقعا دانشمند متواضعه. من توی مراسم با ایشون یه برخورد کوچیکی داشتم، انقدر گرم راجع به درختان و گیاهان صحبت میکردن که تمام اون جمع محو صحبت کردن ایشون شدم. موضوع درختان کهنسال خب اولش برای خود منم تازگی داشت، انقدر این برنامه‌ای که داشتی میساختی و ادیت که بچه‌ها میکردن دیدم برام جذاب بود، رفتم تحقیق کردم. جادر از دکتر شیروانی عزیزم تشکر بکنم که از همکاران مهندس خوشنویسن توی طرح ثبت درختان کهنسال. حرفای جالبی دارم اگه وقت بشه برای مردم عزیزمون حتما میگم. بریم میخوای بخش بعدی برنامه رو ببینیم؟ حتما. ادامه مستقل خوب همینجاست، به بی سمت راست. آه همین درخته که اینجا هستم کوچیک نیستن ها؟ بله خوبن، ولی اون یکی ها خیلی خوبن، عظمتی هن برای خودشون. بله بله بریم. یکی از اون دوتا درخت کهنساله یکی اینجا تو یارود داریم، عظمتیه. یا گرچه قطرش از درخت دیگهی که میریم پیشش کمتره، ولی بزرگترین تاج رو بین تمام درخت های کهنسالمون داریم. هیچ درخت کهنسالی در ایران از هیچ گونهی تاجش به این عظمت نیست. 40 متر فاصله بین دوتا تاج این درخت. 40 متر از اون سر تاج تا اون سر تاجش 40 متر. هر شاخه این یه درخته آقای مهندس. دقیقاً همینطوره، هر شاخش یک درخته، 17 شاخه یک گلدستا داره. خدای بزرگ. میخوای بریم از نزدیک ببینیم؟ خیلی خوشحال میشم. آره بریم. خیلی این درخت بزرگه. درخت به این بزرگی دیده بودی؟
نه نه، این درخت از بزرگترین درختایی هم که من تا امروز دیدم خیلی بزرگتره. فکر میکنی چند سالشه؟ والا اصلا نمیتونم حدس بزنم. 300؟ خیلی بیشتر. بیشتر؟ این درخت حدود 500 سال سن داره. 500 سال؟ اه آقای مهندس، این شاخه به نظر میاد شکسته. ببین برگای درخت تازه است، این نشون میده تازه شکسته. ولی به نظر شاخه زنده است هنوز. شاید بشه با این چسبایی که برای پیونده، چسبای پیونده که شبیه ضد زنگ میمونه، بشه ترمیمش کرد. نه همینطور که گفتی لازمه یه مقدار اون بالا رو با چسب پیوند ترمیمش کنن که سوسکای چوبخار و قارچ و اینها به اونجا آسیب نزنه، باعث مرگ این شاخه بشه. اینم از دوست 700 ساله ای ما. بله کاملا مراتب بزرگتر از درخت. خیلی قول اساس، خیلی قوله. غیر از این که خیلی عظمت داره، این درخت خیلی هم سالمه، تنش فوق‌العاده سالمه. معمولا درخت‌های کهنسال از درون تهی میشن، اگرچه یکی دو سه تا شاخش و طوفان و برف این چند سال شکسته، ولی هنوزم سلامت و شادابی خیلی خوبی داره. شاخه‌ام ظاهراً اخیراً افتاده. آره اینم شاخه‌ای که برگاش نشون میده، خودش یه درخته، خیلی هم سالم و قویه. آقای مهندس خوشنویس، چرا نه فقط تو ایران، چرا این درخت‌ها رو ثبت می‌کنن؟ چرا خب شناسنامه براشون میدن؟ به هر حال این درخت‌ها حساب کن در طول زمان باقی موندن. تمام درخت‌ها تحت کنترل یک ذره‌های بسیار ریز به عنوان ژن روی در واقع مولکول‌های پروتئینیش هستن که تمام فرمان‌های حیاتی اینها به وسیله این ذرات ریز که به اسم ژن خونده میشه کنترل میشه. آقای مهندس خوشنویس، شما سالهاست داریم برای این درخت‌های کهنسال، برای این هویت ژنتیکی و تاریخ زنده زحمت می‌کشید. من می‌خوام از زبون خودتون به کسانی که درخت رو به شکل یه چیز مزاحم می‌بینن یه پیام بدید. ضمن تمام ثمره‌هایی که برای تغذیه ما داره، اکسیژنی که ایجاد می‌کنه، اصلاً همیشه درخت و اون فضای سبزی که از روح نوازه، خستگی رو از وجود آدم خارج میکنه. چطور من میتونم به این فکر مزاحم مثلا داشته باشم یا این تصور رو داشته باشم؟ این واقعا یک فکره که در بعضی موارد افرادی هستن، خب یه مقدار منافع طلب که فکر میکنن درخت مزاحم ساختمون یا ابنیشونه، ممکنه اینجور فکر کنن. حتی همونی که درخت رو در کنار خونش مزاحم میبینه، وقتی میخواد آرامش داشته باشه میره تو طبیعت، میره زیر سایه درخت روزش رو میگذرونه. نگذارید بمیرد جنگل که جهان خواهد مرد. مرگ هر بوته سبز مرگ ما انسان هاست. واقعا خوب دیده این قضیه رو بدون تردید. امیدوارم به هر حال در دنیایی ما زندگی بکنیم که فرد مردم کشور ما برای تک تک برگ درخت‌ها، برای تک تک بوته‌های کوچکی که در گوشه و کنار زندگی ما هست دلشون بسوزه و از لرزیدن هر کدوم از این برگا دلشون به لرزه در بیاد. اون موقع خواهیم دید که طبیعتی خیلی بهتر از این که امروز داریم خواهیم داشت. این درخت گردوی عظیمی که دیدید واقعا از این بوده. این تو تصویر نمیشه تصور کرد. این درخت در سال 60,000 تا گردو میده و مساحت چتر این درخت بیش از 1000 متره. خونه های ما معمولا بین 70-80-120 متره. شما تصور بکنید که تاج این درخت، چتر این درخت یک مساحتی بیش از 1000، اگه اشتباه نکنم 1200-1300 متر رو کاملا پوشونده بود. یه واقعا یه پریده طبیعی. تو کنارش هم وایساده بودی، این عظمت درخته چقدر بیشتر خودش رو نشون میداد. این درخت‌ها علاوه بر اینکه خب خیلی قدیمی‌اند و خیلی بزرگن،
در واقع یک میکرو اکوسیستم هستن، یعنی خودشون یه جایگاه خاص دارن. روی این درخت ها پر از لونه های پرنده هاست، یعنی پرنده ها، سنجاب ها، جونده ها، خیلی از جانورهای اون محیط ترجیح میدن که این درخت رو به عنوان کنام خودشون انتخاب بکنن. از این نظر این درخت ها خیلی ارزشمند، یعنی در واقع زندگی کلی از موجودات وابسته به این درخت. ما به بهانه حفظ این درخت یه محدوده خیلی وسیع رو حفظ میکنیم که این خودش خیلی ارزشمند. این درخت خودش باعث جذب خیلی از گونه های جانوری میشه، در واقع مثل یه جذابیت طبیعی میمونه براشون. اگه موافقی ادامه رو ببینیم. بله. خب از توی دره اومدیم تو ارتفاعات، از کنار گردوهای چند صد ساله اومدیم پیش این درخت هولپیکر ارس که میخوام توضیحات بیشتر رو دیگه از زبان خود مهندس خوشنویس بشنویم. آقای مهندس خسته نباشید. سلامت باشید. خیلی سریع تر از من رسیدی. اومدیم بالا. همینطور که اشاره کردی اومدیم تو این ارتفاعات پیش ارس، ارس کهنسال یارود. یکی از درخت‌های ارسی که در واقع برای استان قزوین ما اسمش رو ثبت کردیم. ارس همینطور که می‌دونید یکی از گونه‌های بومی کشور ما. کشور ما از نظر سوزنی برگ فراوانی خیلی کمی داریم، تنوع در واقع خیلی کمی داریم. حالا ببینید این 2 میلیون هکتار وسعتی که از ارس داریم از ارتفاع 500 متر از سطح دریا تا 3700 متری گسترش داره. برای مثال در ارتفاع امین‌آباد تا حدود 3700 متری، در گردنه ساردویی کرمان تا 3400 تا 3500 متر و در گردنه بیژن دامنه کوه دنا اونجا هم تا 3500 متر بالا رفته. این ارس خصوصیات و ویژگی های خیلی منحصر به فردی داره که کمتر توی درخت دیگه ای میبینیم. اگرچه از نظر پراکنش در کشور بنه سطح پراکنشش نسبت به ارس بیشتره. ولی آقای مهندس بین صحبتون بنه همون پسته وحشی هست؟ بله یه گونه پسته وحشی دقیقاً. ولی خب ویژگی های ارس هم واقعاً ببینید از 40 درجه زیر صفر تا 44 درجه بالای صفر رو تحمل میکنه. این یه خصوصیت خیلی خوبه که هیچ درختی در ایران 84 درجه در واقع دامنه. سن دیرزیستیش به 800 تا 900 سال میرسه و سن کهنسالیش فراتر از 2700 2800 ساله. از این گونه پایه های کهنسالی که داریم فراتر از 50-60 پایه است که عموماً از 1500 سال به بالا اینها سن دارن. خب و در بین اینها تعدادشون فراتر از 2500 سال سن دارن. اگرچه سن خیلی طولانی دارن ولی رشد خیلی کمی دارن. رشدشون شاید در سال از نظر ارتفاعی 10-15 سانتیمتر بیشتر نیست و از نظر رشد قطری سالی 1 میلیمتر به رشد قطرشون اضافه میشه. برای همینه که بعد از 3000 سال 2500 سال میتونن تا 2.5 متر و 70 سانتیمتر بیشتر قطر نداشته باشه. اصلا هیچ عارضه زیست محیطی که موجب تخریب سرشاخه های این یا تنه این باشه روی این درخت دیده نمیشه. آقای مهندس من بین صحبتتون خیلی کم دیدم که پرنده ها یا پستاندارا نزدیک درخت های سوزنی برگ بشن، ولی در مورد درخت ارس تو بعضی از منطقه‌های حفاظت شده دیدم که پرنده ها روی این درخت آشیونه درست میکنن. این چتر درخت ارس به زمین خیلی نزدیکه، در نتیجه یک مأمن خیلی خوبی برای همین موجوداتی که اشاره کردید هست. نه تنها کلوبوز و حتی خرسی رو که اشاره کردید، گراز هم یا پلنگ، این پلنگ، خرس، گراز، بز کوهی، اینها میان زیر این شاخه های نزدیک به زمین این برای خودشون لانه سازی میکنن. گاهی وقتا خودشون رو زیر شاخه های این در پناه میذارن از آفتاب یا در پناه میذارن از بارش برف و بارون. به هر حال گونه ای که آشیان اکولوژیکی برای خیلی از این موجودات شده و هست. یک درخت 1 متری ارس بین 25 تا 30 سال سن داره.
طبیعیه که این هزار سال سن داشته باشه. کندرشتی یکی از خصوصیات بارز اینه. ولی یک خصوصیت، یک نکته خیلی خوب در مورد ارس است. اگر ما در یک رویشگاهی فرصت به این گونه بدیم بذرش بریزه، تجدید حیات کنه، نو نهالاش تشکیل بشه و عرصه رو بپوشونه، یعنی فضای سبز برای اون دامنه برای 3000 سال بیمه شده. است. این یه خصوصیت خوبه. در حالی که خیلی گونه‌هایی که مثل بید، مثل سپیدار یا غیره که در معمولاً کف در راه هستن، اینها نهایت 50 سال، 70 سال، 300 سال بیشتر سن نمی‌کنن و بعد پیر و فرتوت میشن، از بین میرن. در مورد اهمیت درختایی مثل گردوهای چند صد ساله که پایین تو دره دیدیم گفتیم، اهمیت این درخت چیه؟ اهمیت ارس تو کوهستان چیه؟ اشارت خیلی خوب بود. خب جایگاه درختای گردو و امثال اینها که محصول میدن در باغات و اینها خب تشریح شده و برای همه تا حدودی معلومه. ارس میاد توی کوهستان، میره توی ارتفاع، میره بالا، حتی اشاره کردم تا 3700 متری میره بالا، میره جایی داره مستقر میشه که هیچ گونه درختی درخچه‌ای در اون ارتفاع نمیتونه مستقر بشه. حالا اینجا باز یک مقدار ارتفاع پایینه، ولی جایی میره تا 3700 متری، اونجا فقط ارسه که حضور داره و اولین پایه های درختی که تو ارتفاع هستن و میتونن در واقع اون محافظت فیزیکی رو در مقابل حرکت آب، حرکت بهمن و غیره انجام بدن، این پایه های درخت های ارس هستن. در واقع مثل ستون کوهستان هم داره. دقیقا ستون کوهستان. خب من که واقعا سیر نمیشم از بودن در طبیعت، ولی زمان ما محدوده و باید برگردیم توی استودیو. ممنون که برنامه رو دنبال کردید. میریم تو استودیو پیش افشین.